یکی از پروژه‌های وزارت اطلاعات برای دور کردن مردم از خط سرنگونی، تبلیغ حسرت‌خواری گذشته و سلطنت طلبی و شاهبازیه. با صدها کانال و پیج که مشخص نیست چطوری تو ایران آزادانه فعالیت دارن، چون قشنگ تبلیغ کالا میپذیرن، شماره حساب میدن. نمیدونم آقا دموکراسی اومده تو ایران ما خبر نداریم؟ چون زندانی سیاسی هاشم خواستار نوشته بود بازجو بهش گفته خب برو با پهلوی چیا کار کن، برای ما هم دردسر درست نکن. بله، به جای شعارهای رادیکالی مثل مرگ بر اصل ولایت فقیه بگین رضا شاه روحت شاد. نمیدونم تظاهرات یا مجلس ختم، طوری که اون یکی جناح نظام دادش در اومد. روزنامه جمهوری نوشت اونایی که میرن شعار رضا شاه رو میندازن سر زبون ها، بدونن که موج همینجا نمیمونه، بعدن هممون رو میبره. اگه از تصاویر رنگی من و تو و تبلیغات مسمومشون بگذریم و تاریخ رو از منابع تاریخی مطالعه کنیم نه از عکس، اون وقت میفهمیم که دیکتاتور چه تاج داشته باشه چه عمامه، دیکتاتوره. میفهمیم که ساخته شدن چند تا پل، ساخته شدن چند تا جاده تو عصری که جهان داره مدرن میشه نشونه مردمی بودن یک حکومت نیست، کمان که اومدن موبایل و کامپیوتر و مترو در زمان همین آخوندها نشونه مترقی بودن جمهوری اسلامی نیست. میفهمیم که تصویر چند تا زن بیهجاب و خیابونهای رنگی و اینها نشونه پیشرفت جامعه نیست، کمان که این تصاویر، اینا مال تهران همین الانه، اینا نشونه پیشرفت در حکومت آخوندی نبوده و نیست. یه خورد معیارهای سنجشمون رو باید عمیق‌تر بکنیم. با این مقدمه یه پروژکتور میندازیم روی زندگی رضا شاه، وقایعی که هیچ کس در مورد اونها تردیدی نداره، هیچ کس نفیشون نکرده، ولی در یک فضای مسموم و دقیقاً برای جلوگیری از رادیکال شدن مبارزه در ایران، برای جلوگیری از خط انقلاب دموکراسی خواهی توسط رسانه‌ها و تلویزیون‌هایی که می‌دونیم همه چیزشون مشکوکه، نادیده گرفته میشن. آیا می‌دونید در جریان انقلاب مشروطه، در حالی که میرزا کوچیک خان با قوای روس می‌جنگید، رضا خان و استراسلسکی فرمانده روسی نیروی قزاق از پشت بهش حمله می‌کردن؟ آیا می‌دونید کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده نیروهای مقاومت ایران در همدان وقتی ایران به دست روسیه اشغال شده بود هم باید با سپاه روس می‌جنگید هم با نیروهای رضاخان که تحت امر ژنرال روسی باراتوف در اومده بود؟ منبع: آیا می‌دونستید وقتی ستارخان برای دفاع از انقلاب مشروطه می‌جنگید رضاخان با مسلسل ماکسیم از پشت دیوارهای تبریز به سمت مجاهدان تبریزی شلیک میکرد و اصلا به رضا ماکسیم شهرت داشت؟ آیا میدونستید رضا خان رو یک ژنرال انگلیسی به اسم آیرون ساید سر کار آورد و حتی محمد رضا شاه از سر سادگی و بلاهت تو کتابش به اسم پاسخ به تاریخ به این موضوع اعتراف کرده؟ اون در سند دیگه از سر ساده‌لوحی میگه انگلیسی ها پدرم رو سر کار آوردند، حالا اگر آنها میخواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم. جالب‌تر این که وقتی تاریخ مصرف رضاخان تموم شد با یه تلگراف سه خطی از خارج برکنارش کردن بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه. آیا میدونستید یکی از حامیان رضاخان تو مجلس مؤسسانی که اون رو شاه کرد آخوند بدنام آیت الله کاشانی بود که بعدها هم با کمک آمریکا و انگلیس علیه مصدق کودتا کرد؟ آیا میدونستید رضا شاه قرارداد استعماری دارسی رو که رو به پایان بود برای 60 سال دیگه تمدید کرد تا از انگلستان امتیازات سیاسی برای بقای بیشتر بگیره؟ چی؟ یاد قرارداد آخونده با چین میافتین؟ آیا میدونستید راه آهنهایی رو که کشیده شدنشون رو به رضا خان نسبت میدن انگلیس برای جابجایی نیروهاش تو ایران کشیده؟ به همین دلیل هم برخلاف نظر کارشناسان این راه آهنها جنوبی شمالی کشیده شده نه شرقی غربی. انگلیس از این راه آهنها توی برزیل کشیده، توی عراق کشیده و خیلی از کشورهای دیگه تحت نفوذش، بعد هم جمع میکرد و میبرد، کما اینکه از ایران هم یکی رو جمع کرد و بعد برد توی عراق پهن کرد.
راه آهن برای جابجایی انگلیسی ها با پول و نیروی کار ایرانی ها. آیا میدونستید روس ها و انگلیس ها تشنه به خون قهرمانان ملی ما بودن و رضا خان تحت عنوان تجزیه طلب اونها رو سرکوب میکرد. اسمش رو هم میذاشت تأمین امنیت ایران، درست مثل حرفی که بسیجی ها همین الان میزنن. امنیت ایران، عوضش امنیت داریم، هشتگ بود یه مدت. عیناً همین حرف رو سلطنت طلب ها راجب میرزا کوچک خان میزنن، راجب پستیان میزنن، راجب ناصر دیوان کازرونی میزنن و و و. آقا کسی مونده اینو بشنگن خائن؟ نمونده. در واقع وقتی میشه حامی رضا خان دیگه باید قید همه مفاخر شعر و ادب و فرهنگ و قهرمانان ملی در ایران رو بزنی، چون همه‌شون توسط رضا خان یا بچه‌ش سرکوب و زندانی و سانسور شدن. میرزا محمد برازجانی، میرزادی عشقی، فرخی یزدی، نسیم شمال تا احمد شاملو. بله، خطابم بیشتر به نسل جوونیه که ممکنه جفنگیات تلویزیون های وابسته رو بشنوه و باور کنه. هموطن، دشمنی ما با دیکتاتوری ولایت فقیه به معنی دوستیمون با دیکتاتور قبلی نیست. ما حکومتی میخواییم که هر لحظه اراده کردیم با رأی مردم بتونیم بالاترین مقاماتش رو بکشیم پایین. این یعنی حکومت مردمی. آری به دموکراسی، آری به جمهوری دموکراتیک. ما آقا بالا سر نمیخواییم، نه بر تخت، نه بر منبر.